لیلی پورزند، کارشناس امور زنان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. خانم پورزند، خوش آمدید به برنامه. نزدیک به یک هفته از این اتفاق می‌گذرد. با توجه به تلاش حکومت برای رساندن روایت خودش به گوش شهروندان، کاربران اینترنتی و بسیاری از مردم قانع نیستند هنوز و شبهات زیادی در مورد آنچه که در مترو شهدا بر آمیتا گذشته وجود داره. این عدم اطمینان به روایت حکومت به ما چه تصویری میده از شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و این مورد خاص؟ من فکر می‌کنم این عدم اعتماد طبیعتاً یک شبه نیست و ریشه در تاریخ جمهوری اسلامی داره و تمام جنایاتی که در این سال‌ها انجام داده و به خصوص اون چه که در طول یک سال گذشته برای جهانیان مشخص شد. جمهوری اسلامی جنایت رو انجام میده، خودش صحنه آرا هستش، خودش صحنه گردان هستش، خودش راوی هستش در واقع، و همونجوری که در جنایت‌های مختلفی که حتی در مسئله پرواز اوکراین خب یکی از بزرگترین جنایت‌های بوده که انجام داده، از راستی آزمایی پرهیز می‌کنه به صورت‌های مختلف. مثلا در این شرایط خاص امروز در مورد آرمیتا، راستی آزمایی اگر که قرار بود انجام بشود، خب باید از شهروندانی که در اون واگن قطار بودن تقاضا میشد که بیان و شواهد خودشون رو اعلام کنن. پدر مادر آرمیتا باید دسترسی به فرزندشون داشتن، مصاحبه اجباری نباید انجام میشد، مادر آرمیتا نباید دستگیر میشد، سایت بیمارستان نباید بسته میشد و هزاران هزار نشدن ها و انجام ندادن هایی که جمهوری اسلامی ازش تفره میره. بنابراین هیچ زمینه‌ای برای این اعتماد وجود نداره به دلیل سابقه تاریخی و به دلیل اونچه که شهروندان و دنیا امروز در مورد کیس خاص آرمیتا و در یک سال گذشته در کیس‌های مختلف مشاهده کرده. خانم پورزند، شما به بعضی از موارد و در واقع شبهاتی که در این پرونده وجود داره اشاره کردید. با توجه به اینکه خبرنگاران اجازه حضور در فضای اطراف بیمارستان رو ندارن، خبرنگاران حالا به نوعی مستقل تر رسانه‌های مختلف و همچنین که بازداشت شده، خبرنگاری که در محل سرکرد حضور داشته باشه برای ساعتی بازداشت شده بوده، چقدر باورپذیر می‌بینید این روایتی که حکومت سعی داره از آنچه بر آرمیتا گذشته به شهروندان برسونه؟ به هیچ وجه قابل قبول نیستش اون روایتی که در واقع راوی این جنایت داره مطرح میکنه، چرا که در جنایت هایی و یا در اتفاقات مشابه اون چه که قابل قبول هستش در واقع این هست که صحنه رو به نمایش عمومی گذاشته بشه، دسترسی خبرنگاران، شهروندان، خانواده و در واقع عدل پسند باشه اون چه که ارائه میشه. جمهوری اسلامی خودش در واقع در سیستم غیر عادلانه و وابسته و غیر و در واقع وابستش قانونگذار هست، مجری قانون هست، نیروی انتظامی و نظامیش دست خودش هست، دادگستریش دست خودش هست، رسانه هاش دست خودش هستن و وجود همه اینها باز هم نمیتونه که ثابت کنه که چنین جنایتی اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه مسبوق به سابقه هستش این جنایت ها، نه یک بار نه دو بار، بلکه در تمام طول حیات جمهوری اسلامی افراد و گروه ها یه مختلف رو تحت جنایت و شکنجه قرار داده و روایت خودش رو سعی کرده بفروشه در واقع. ولی امروز دیگه اون سالهای خفقان گذشته نیست، مردم آگاه هستن، سوشیال میدیا فعال هست، جهان این رو باور کرده و من فکر می‌کنم که تاریخ مصرف این روایت‌های جمهوری اسلامی به شدت موازی شده.